به نظر میاد آقای محسنی اژه‌ای بیشتر نگران خودش، ایادی اطرافش و برخی از دولت مردان همسو با خودش و در نیروهای نظامی و در دستگاه روحانیت و دیگران هست، نه نگران مردم. برای اینکه مسئله حریم خصوصی مردم و حریم خصوصی به مفهوم خاص خودش که به عنوان یکی از حقوق بنیادین و از جمله حقوق بشر شناخته میشه، هیچگاه به خوبی مورد احترام و مورد حفاظت از سوی جمهوری اسلامی نبوده. هر زمان دلشون خواستن به اتاق خوابهای مردم، به موبایل هاشون، تلفن هاشون رو کنترل کردن، دوربین ها رو گذاشتن و مسائل متعددی دیگه که میتونیم اینجا ردیف کنیم. اما اون چیزی که این روزا اهمیت داره و به نظر میاد محسنی اژه‌ای نگرانش هست، گذشته خودش هست و رفتاری که خودش و دیگران که نزدیک به خودش هستن انجام دادن و میخواد که اونها برقرار نشه. مثلا اینکه پسر محسنی اژه‌ای چه کاره هست، اینکه آیا محسنی اژه‌ای یا کسانی نزدیک به اون معاملاتی داشتن، دستی در اموال بیت المال داشتن یا نه، حساب بانکی هاشون چگونه هست رو احتمالا نگرانه. اون چیزی که از حریم خصوصی اهمیت داره و باید مورد حمایت قانون و حمایت دستگاه قضایی قرار بگیره اون هست که هیچ کس مورد تجسس بی مورد و بدون دستور مقام قضایی و قرار نگیره و دستور مقام قضایی هم باید مبتنی بر دلایل ضرورت نقض حریم خصوصی باشه. این یک اصل است که باید در مورد همگان رعایت بشه. اون چیزی که در مورد مسئولین نباید رعایت بشه اینه که مسئولین نسبت به موضوعاتی که دستی در اموال عمومی دارن و از اموال عمومی ارتزاق میکنن و اموال عمومی رو در اختیار دارن، حریم خصوصی مفهوم نداره. اونها حسابای بانکیشون باید مشخص باشه، همینجور که قانون مشخص کرده. قانون از کجا آورده ای در مورد مسئولین صدق نمیکنه، ولی در مورد مردم صدق میکنه. از مردم نمیتونی بپرسی از کجا آوردی، ولی از مسئولین اتفاقا قانونه که باید بپرسی از کجا آورده ای و حساب بانکی هاشون بایست روشن باشه، فعالیت های گذشتهشون باید روشن باشه و کاملا آشکار باشه. این یک اصل نظارتی هست که مردم باید آگاه بشن از موضوعات و نقض حریم خصوصی در این زمینه مفهوم نداره. و تکرار میکنم که آقای محسنی اژه‌ای به باور من نگران خودش و کسان اطراف خودش هست که مبادا نورافکن یک روزنامه‌نگار یا قلم یک روزنامه‌نگار و دوربین یک جستجوگر مواردی از ایشون بیاد برملا کنه که نشان دهنده گذشته نادرستشون باشه و بخواد ابعاد تاریکی از رفتار گذشته خودشون رو آشکار کنه. از این رو از همون ابتدا در جلسه مهم معارفه میاد این به این موضوع میپردازه، در حالی که موضوعات بسیار مهمتری وجود داشت که میتونست بهش بپردازه. امیدوارم که این حرفش سیاسی نباشه و شاید امیدوار بود که بخواد تغییر بکنه.